سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز. تو این دوره آموزشی ما میخوایم نحوه رسم اتصالات رو در نرم افزار تکلا در سازهای فولادی به شما آموزش بدیم، همچنین به همراه کامپوننت کردن این اتصالات. خب برای شروع کار ما میایم طبق این دیتیلی که اینجا داریم، ما اینجا یک ستونی داریم که یک تیری به این ستون وصل شده با تمامی جزئیاتی که توی این نقشه شما مشاهده میکنید. خب برای شروع کار من قبلا این ستون و این تیر رو رسم کردم و یه مابقی اجزایی که در این اتصال داریم رو رسم میکنیم. خب برای شروع میبینیم اینجا ما یک پلیت 1300 در 220 در 25 داریم. دقت کنید که در نرم افزار تکلا اندازه ها بر اساس میلیمتر می باشه. ما میایم این پلیت رو رسم می کنیم. 1300 در 220 در 25. برای این کار میام تو نرم افزار تکلا، میام تا سربرگ استیل و در قسمت پلیت دوباره روش کلیک می کنم. پلیتمون ضخامتش 25 بود. اینو میذارم روی 25، کلاسش هم میذارم روی 4. این رنگ اون به اصطلاح قسمت رو، اون المانمون رو مشخص میکنه. Modify Apply OK. خب میبینید که اینجا من این ستون و این تیرم رو قبلا رسم کردم. میام برای این کار Ctrl 4 رو میزنم و میخوام این پلیت هم رو رسم بکنم. 220 رو تایپ میکنم. اوکی. 1300 رو تایپ میکنم. دوباره 220 رو تایپ میکنم و اسپیس رو میزنم. پلیت ما رسم شد. کنترل پی رو میزنم که از بغل به من نشون بده. البته ما در فضای سه‌بعدی هستیم. کنترل آی رو میزنم. میرم تو گرید یکم. اوکی. از بغل به ما نشون بده. خب اینجا مشاهده میکنید که پلیت ما سر جای خودش قرار نگرفته. دوباره روش کلیک میکنم، میام توی این قسمت و اینو میذارم روی بیهایند مودیفای. خب ببینید که اومد پایین تر قرار گرفت. میذارمش روی فرانت مودیفای. الان میبینید که سر جاش قرار گرفتش. ما میخواییم که این دستک ها رو در پایین داشته باشیم. ببینید وقتی روش کلیک میکنم دستک ها پایین میادش. خب این پلیت ما رسم شد. میریم ببینیم دیگه چه اجزایی رو داره. یه پلیت هم پایین داریم. 800 در 300 در 25. میام این پلیت هم رسم میکنم. ببینید برای این کار که تو حالت سه‌بعدی به من نشون بده، من دکمه V رو میزنم و هر جایی که بخوام نسبت به اون به اصطلاح نقطه چرخش داشته باشم کلیک میکنم. دکمه اسکرول موس رو نگه میدارم، همچنین به همراه کنترل و موس رو میچرخونم به همین صورت. با کنترل 4 رو میزنم، میام روی سربرگ سیل قسمت پلیت دوبار کلیک میکنم. همون پلیت 25 میل رو داریم. مودیفای اپلای اوکی. میام از این نقطه 300 تایپ میکنم، 800 رو تایپ میکنم، دوباره 300 رو تایپ میکنم و اسپیس رو میزنم. میبینید که این پلیت پایین ما رو به وجود آورد. کنترل پی رو میزنم. یه ایرادی داره. میبینید که الان ما این پلیت رو که رسم کردیم، دستک ها رو هم دیگه نیفتاده. یعنی در واقع این پلیت ما کج رسم شده و مورد قبول نیست. دو تا روش داره. میتونیم بیایم که این دستک ها رو هم دیگه قرار بدیم یا اینکه دوباره پلیتمون رو رسم بکنیم. ولی من میام این دستک ها رو هم دیگه قرار میدم. Alt رو میگیرم، این دستک رو انتخاب میکنم، میام تو سربرگ ادیت، اون رو میزنم و اینو میارم میذارم روی این دستک. و اینجا هم به همین صورت. خب اجازه بدید که من این پلیت رو دوباره رسمش بکنم. دیلیت رو میزنم، دوباره این پلیت رو
رسمش میکنم. استیل ریپلی دوبار کلیک میکنم. رنگش همون 4 میذارم. مودیفای اپلای اوکی. یک بار دیگه من این پلیت رو رسم میکنم. دقیقا از این نقطه 300 رو تایپ میکنم. ببینید دقیقا باید این عمود بشه. 800 رو تایپ میکنم. 300 رو تایپ میکنم و اسپیس رو میزنم. کنترل پی. الان درست شد. دوباره روش کلیک میکنم و اینو رو همون فرانت میذارم چون دستک های ما میبینید درست سر جای خودش قرار گرفته. خب این دوتا پلیت رو رسم کردیم. حالا تنها کاری که باید بکنیم این پلیت ها باید دقیقا در مرکز تیر من قرار بگیره. کنترل آی رو میزنم میرم تو نمای سبودی تا از بالا من نگاه بکنم. خب این پلیتی که دارم من باید در مرکز تیرم قرار بدم. میام تو سربرگ ادیت موو رو میزنم مرکز پلیت رو انتخاب میکنم و در وسط قرار میدم. این پلیت من دقیقا در مرکز قرار میگیره. همچنین پلیت پایین. خب برای اینکه بتونم این کار رو راحت‌تر انجام بدم روی این پلیت کلیک راست میکنم و گزینه هاید رو میزنم که به من فعلا نمایش نده. کنترل دو رو میزنم تا به این صورت نمایش بده. این پلیت رو انتخاب میکنم. موو رو میزنم. مرکز این پلیترم رو انتخاب میکنم و در مرکز قرار میدم. ببینید که برای پیدا کردن مرکز این پلیت یه مقدار کار ما سخته. این دوتا ستونم من هایدش میکنم که بهتر بتونم به مرکز تیرم قرار بدم. برای این کار دوباره این رو انتخاب میکنم. مرکزش رو میارم اینجا. فقط کافیه که من کلیک راست بکنم و گزینه ریدراویو رو بزنم. دوباره همه چیز برمیگرده سر جای خودش. خب ما اومدیم تو این جلسه این ستون و تیر رو رسم کردیم به همراه این دوتا پلیت بالا و پایین. تو جلسه بعد بقیه اجزای این اتصال رو برای شما رسم میکنم. خب تو جلسه قبلی ما اومدیم این دوتا ورق رو رسم کردیم. بریم ببینیم که دیگه چه چیزی داریم. خب ما اینجا دوتا نبشی داریم. ببینید این نبشی رو میخوایم الان رسمش بکنیم. نبشی من 120x120 در ضخامت 12 با ارتفاع 140 میلیمتر. کنترل پی رو میزنم. میام تو سربرگ استیل رو قسمت پلیت دوبار کلیک میکنم. ضخامتش چقدر بود؟ 12. البته ما میایم اینو با استفاده از دستور بیم بکشیم بهتره. راحت تر هستیم. میام اینو با استفاده از دستور بیم میکشم. تایپ میکنم L نماد نبشی 120x120 در چقدر بود؟ 12. مودیفای اپلای اوکی. میام این نبشی رو در ارتفاع 140 رسم میکنم. این کجا انداخت؟ نبشی من رو اینجا انداختش. کنترل آی رو میزنم. میام تو نمای 3D. این نبشی من رو اینجا انداخت. میام تو سربرگ ادیت موف. این باید بیاد اینجا قرار بگیره. الان سر جاش قرار گرفته. منتها یه اشکالی داره. ببینید نبشی من از بعد ستون زده بیرون. حالا احتمالاً اینجا طراح سازه توی اندازه‌گیری‌هاش دقت نکرده و این اندازه‌گیری‌ها به احتمال زیاد اشتباهه. ما میایم چیکار می‌کنیم؟ اندازه اینو تغییر میدیم. من اینو میام می‌کنم به 60. مودیفای اپلای اوکی. الان توی بعد ستون من قرار گرفته. الان تنها کاری که باید بکنم اینه که بیام یه کپی ازش بگیرم چون دوتا نبشی داریم دیگه. یه دونم این وره. میام با استفاده از دستور کپی اسپشیال میرور این کار رو انجام میدم. اینجا توضیح داده pick a first point on mirror line. نقطه اولم نسبت به مرکز تیر من باید این کپی انجام بشه. نقطه دومم مشخص بکنم. کپی رو میزنم. درست این همین رو آورد اینجا برای من رسمش کرد. میام تو گرید 1 ببینید
درست دستش کرد. منتها قبل از اینکه کپی بکنم باید بیام اینو دقیقا مرکز جانم قرار بدم. این انتخاب میکنم، دو رو میزنم، میام مرکز جانم قرار میدم، دوباره میام این کپی رو انجام میدم، اینو پاکش میکنم، کنترل آلت نمای 3D، دوباره میام اینو کپی میکنم. بریم ببینیم دیگه چه چیزی رو باید رسم بکنیم. نقشه من درست در جای خودشون قرار گرفت. چیزی که داریم اینجا این لچکی ها هستن. برای رسم این لچکی ها ببینیم چه اندازه هایی داریم. ببینید این اندازه 140 و به اندازه 20 آمده پایین، ارتفاع 150 در ضخامت 15. ضخامت این لچکی ها ببینید اینجا زده 15 تا. این برش AA من که از رو به رو ببینیم، ضخامت این لچکی ها 15، ارتفاعشون 150 و بقیه نقاطی که داریم. برای رسم اینا میایم چیکار میکنیم؟ با استفاده از نقاط نقطه گذاری میایم این لچکی ها رو رسم میکنیم. اول نقطه گذاری رو انجام میدیم، بر اساس اون نقطه گذاری میایم اون پلیتمون رو رسم میکنیم. برای این کار من میام تو سرور ادیت رو قسمت پوینت، با استفاده از این گزینه میزنم 140 تا داشتم اینجا، 20 تا هم میومدم پایین، دوباره میام این گزینه رو انتخاب میکنم 150 تا پایین، دوباره میام این گزینه رو میزنم از اینجا 20 تا میام پایین. خب این نقاط من مشخص شد. اوکی،